خب حالا میام چیکار میکنم؟ دوباره یه تصویر ماهواره دیگر رو اون رو لودش میکنم. حالا میگردم دنبال تصویر ماهواره ای. همینطور که میبینین این تصویر چندین باند مختلف داره. بعد 193 رو لود کردم که شما بتونید به صورت گریل اسکیل اینجا مشاهده بکنید. حالا میام یک دیسپلی دیگه چیکار میکنم؟ RGB از این تصویر رو لود میکنم که شما اینجا بتونین راحتتر ببینینش. 183 193 و باند 207 اومدم چیکار کردم؟ لود کردم. حالا یه تصویر گریسکیل داریم که از 193 یه تصویر RGB داریم که اینجا میبینیم. حالا اینا رو با هم لینک میکنیم. داینامیکش رو آف کردم. داینامیک همین بود که رو هم وقتی روی یک تصویر کلیک میکنیم اون یکی هم روی این تصویر میفته. خب میتونیم شما موقعیت این تصویر رو هر جا موس رو تکون بدیم تو تصویر سمت چپ یا راست تو تصویر مقابل هم به همون اندازه موس تکون میخوره که این بنا به شرط شرطش هم چی باید از لحاظ موقعیت هندسی یکسان باشه. حالا میاد چیکار میکنم؟ زد پروفایلش رو زدم، یعنی از تولز میام زد پروفایل. حالا وقتی که زد پروفایلش رو زدم اگر روز گزینه کالکت اسپکترال رو کلیک بکنم اسپکترال های مختلف رو که هر بار موس تکون بدم روی تصویر میفته. حالا دو تا تصویر اومدم زد پروفایل رو چیکار کردم؟ اینجا آوردم و دونه دونه نسبت به هم گرفتم. همینجور که تو این تصویر سمت راست میبینین اسپکترال مختلف رو به خاطر کالکت اسپکترال که زدم رو تصویر میندازه، یعنی هر دفعه که برم اسپکترال ها رو میندازه. تو تصویر سمت چپ پروفایلش اسپکترال های مختلف نیفتاده. الان از منوی ادیت دیتا پارامتر که برم میتونم یه سری پارامترهای اینا رو تغییر بدم، رنگشون رو نمیدونم شکلشون رو میتونم نقطه چین بکنم فلان، هر کدوم از این پارامترها میتونم انجام بدم. پلات پارامتر هم تقریبا همین کار رو میکنه، ولی خب روی خود تصویر، یعنی روی خود نمودار میاد این کار میکنه که میتونه موقعیت ها رنگ نمودار رو تغییر بده. حالا دونه دونه اینا رو دوباره بستم، میام چیکار میکنم؟ یه تصویر گریل اسکیل دیگه رود میکنم که باند 172 هستش. بعد میام چه اتفاقی میفته؟ انیمیشن رو میزنم. رو گزینه تولز قسمت انیمیشن کلیک کرد. حالا شما میتونین دونه دونه انیمیشن ها رو اینجا ببینین که بر اساس تعداد باند ها یکی یکی چطوری میره. هر چقدر که تعداد باند هامون بیشتر باشه و باند های بالاتر نزدیک بشیم، خب در نتیجه به طول موج بیشتر نزدیک میشیم. طول موج مثلا مادون قرمز نزدیک، مادون قرمز میانی و همینطور طول موج های رادیو. پس روی تصاویر دونه دونه کلیک میکنیم، روی قسمت نمایشش یعنی روی قسمت پلیش کلیک میکنیم البته. بعد همینطور باندهای مختلف رو یکی یکی میاد پشت سر هم به صورت انیمیشنی داره نشونش میده که از چه قرار و چطور هستش. سرعتش هم میتونین کم و زیاد بکنیم، مثلا 5 ده هر چقدر 5 فریم در ثانیه هر چقدر که میتونین، چون سرعت اینا بر اساس انیمیشن دیگه بر اساس فریم در ثانیه هستش که میتونیم ذخیرش هم بکنیم اینو به صورت یک فایل ذخیره شده انیمیشن ببینیمش. حالا مثلا الان گذاشتم رو 30 فریم در ثانیه، آدرس خروجی میدیم تا این رو برامون ذخیره بکنه. اوکی کلیک کردم رفت برای ذخیره. حالا شما میتونید این رو ببینین که چطوری هستش. خب پلی میکنم، شما میتونید اینو اینجا ببینین که چطوری هستش. وقتی که پلیش میکنم و میره جلو، ببینید دونه دونه همینطور داره یکی یکی نشون داره میده که وضعیتش چطور و به چه شکل هستش. حالا میام چیکار میکنم؟ میام یک ترکیب باندی دیگر رو میدم، 183 193 و بعدیش هم که 207 اگر اشتباه نکنم. بله لود میکنمش.
بعد از اینکه لود کردم شما میتونید تصویر رو تو اون دیسپلی ببینید، باند 183 192 200 پیکسل لوکیشن هم که بهتون گفتم باز میکنید، موقعیت رو بهت میده، سامپل و لاین رو بهت میده. ببین تصویر موقعیت سیستم مختصات نداره، پروژکشن نداره، برای همین فقط سامپل و لاین داره بهمون میده. میام چیکار میکنم؟ رو سامپل های مختلف کلیک میکنم، موقعیت ها رو میبینم، از منوی تولز پروفایل زد پروفایلش رو میگیرم و موقعیت پروفایل ها رو دونه دونه دارم بهتون نشونش میدم. کالکت هم که بهتون گفتم بزنین، هر دفعه موقعیت مکان نما رو تغییر بدین، طیف اون نقطه به طیف بعدی اضافه میکنه. خب پلات که هم که زدم که میاد چیکار میکنه، اسمش رو میاد به صورت یه دونه راهنما گوشه میذاره، گوشه سمت راست. حالا موقعیت جدید سامپل جدید رو دارم وارد میکنم که میتونیم ببینیم. خیلی خوب، موقعیت جدید رو که وارد کردم، طیف جدید رنگش قرمز شد، یعنی چون کالکت زده بودیم به اون طیف قبلی اضافه شد. حالا میام براش مثلا میتونم روی دیتا پارامتر کلیک بکنم، بیام بهش اسم بدم، بیام بهش یه اسم بدم، بگم آقا این طیف چیه. و همینطور اگه خواستم رنگش رو تغییر بدم، نوعش و استایلش رو تغییر بدم و اینطور. خب موقعیت بعدی پیکسل لوکیتور دیگرم باز کردم، موقعیت بعدی یکی دیگرم میخوام نگاه بکنم. فقط تو سامپل لاین اضافه میکنین، بعد میان چیکار میکنین، اپلای میکنین و زد پروفایلش هم میخوام ببینم چطوریه زد پروفایلش هم. ببین شاید این کار با این مقدار ساده باشه، ولی توی روش های طیفی خیلی پیچیده واقعا کار با اینا خیلی سخت میشه. برای همین این تمرین ها یه سری تمرین هاست که مهارت آدم رو بالا میبره تو کار با طیف، ذهن رو اکتیو نگه میداره که ما بتونیم تو کار با طیف. حالا شما میبینیم تو روش های این دایمنشن یا اسمک یا روش های خیلی پیشرفته از اونی که خیلی کار لازم داره برای انجام، یک دفعه تعداد زیادی صفحه پی باز میشه. شما باید توش تیف رو پیدا بکنید، شما باید موقعیت پیکسل رو پیدا بکنید، شما باید بفهمید این که این مثلا این نقطه این پیکسل خالصی که داره میده چه ویژگی هایی داره و اصلا جز کدوم دست از کدوم کتابخونه طیفی میارین. یک عالم زد پروفایل باز میشه. حالا شما در ادامه تک تک این موقعیت ها رو میبینید، هنوزم که هنوزه ببینید داریم یکی یکی طیف های دیگر رو باز میکنیم. از منوی آپشن کالکت رو که زدیم الان سه تا طیف کلیک کردیم دیگه، هر کدوم از طیف ها طیف سبز رنگ، این طیف آخری که اضافه میکنیم، میایم از منوی ادیت دیتا پارامتر میایم اسمش رو بهش میدیم، حالا یا توفه یا کاولینیت یا مطمئنیت، اصلا هر چیزی، دونیت هیپرسنه، اصلا هر چیزی که شما تو پروژهتون کار میکنید. روش های طیفی ثابته، حالا اینکه شما رو مس کار میکنید، آهنگ کار میکنید، یا مثلا روی سنگ های کربناته کار میکنید، یا اصلا روی فرض کنین رستا کار میکنین، بسته به خود شماست. ببین بازم دونه دونه این دونه دونه اینا رو یکی یکی کار بکنین تا مهارتتون بالا بره. تو کار با طیف دونه دونه مهارتتون بالا بره. حالا بعدا بهتون میگم آقا این طیف ها رو میایم چیکار میکنیم، این طیف ها رو که اینجا گرفتیم با کتابخونه طیفی مقایسش میکنیم، جذب و انعکاسش رو برمیداریم و همینطور نسبت به جذب و انعکاسش روش های طیفی مختلف رو ما تصمیم میگیریم که پیاده سازی بکنیم، که ببینیم وضعیتشون تو روش های طیفی مختلف چطوریم. حتی اگه خواستین شما یه محدوده رنجی خواستم بدین، تو قسمت پلات پارامتر، تو قسمت محورها، تو اون رنج محورها میتونین عددش رو وارد کنین. مثلا فقط 0.2 تا 0.4 میخوام ببینم، یا 2.2 تا 2.4 میخوام ببینم، تو قسمت اون محورها میتونین وارد کنین. ببین وقتی که ما طیف رو استخراج کردیم، میایم چیکار میکنیم؟ طیف رو استخراج کردیم، حالا یا به این روش یا
روش های دیگه. خب ما احتیاج به یک چیز داریم، یک کتابخونه طیفی داریم. حالا کتابخونه طیفی ما چندین مدل مختلفه. یک کتابخونه طیفی ما جی پی ال، یک کتاب بهتر بگم کتابخونه طیفی ما یا داخل نرم افزار یا خارج از نرم افزار. اگر داخل نرم افزار، خب از کتابخونه طیفی داخل نرم افزار استفاده می‌کنیم که از منوی اسپکترال لایبرری اسپکترال میتونید اسپکترال لایبرری ویور رو بزنید، کتابخونه طیفی رو فراخوانی کنید. حالا اگر خارج از نرم افزار کتابخونه، یعنی تو سایت اینترنتیه که ما میتونیم بریم با استفاده از سایت های اینترنتی کتابخونه دیجیتالی که اونجا داره تیف ها رو بیاریم روی یک فایل تکس مثلا وردپد ذخیره بکنیم، بعد فراخوانیش بکنیم تو نرم افزار، بگیم آقا حالا این فایل های فراخوانی شده رو برای من کتابخونه تیفی درست بکن. ولی یه وقتی هم هست که خب خودمون رفتیم سر زمین نمونه برداشتیم، مثلا اسپکترومت داشتیم نمونه برداشتیم و کتابخونه تیفی درست کردیم، بازم فرق نمیکنه از منو اسپکترال لایبرری اسپکترال یا اسپکترال لایبرری اسپکترال لایبرری ویور شما میتونید چیکار بکنین کتابخونه تیفیتون رو ببینیم وضعیتش چطور انجام میشه و شما میتونید اونها رو دونه دونه ببینید. حالا نگاه کنید کتابخونه طیفی آوردیم بالا، از داخلش طیف ها رو یکی یکی کلیک بکنید تو صفحه لایبرری اسپکترال، یا بهتر بگم اسپکترال لایبرری پلات، شما میتونید اینها رو دونه دونه ببینید که ببینید وضعیتشون چطور هستش و برای مقایسه چیکار باید بکنید. ببین دونه دونه مثلا کانیه مختلف کاولینیت رو الان اد کردم که تو این پلات نشون، یعنی 4 تا پلات رو اد کردم، مثلا آلونیت هستش، کاولینیت هست، کلسیت هستش، بودینگتونیت هستش که اینجا اد کردم. حالا وقتی که ادیت بریم پارامتر، میشه رنگای خود پلاتم تغییر داد، میشه رنگای خود چیزایی که اد کردیم هم تغییرش بدیم و خب ببین نگاه کن روی پلات کلیک کردم رو قسمت رنجش، اومدم فقط یه رنج خاصی رو مد نظرم قرار دارم، مثلا میشه گفتم آقا دو نشون بده تا دو. حالا ببین میام دوباره تصویر ماهواره ایمو که باز میکنم، تصویر ماهواره ایمو که باز کردم یه نسبت باندی رو داخلش اد میکنم، یه نسبت باندی مثلا 173 183 207 خب دونه دونه عدش میکنم که ببین. خب این یه تصویر دیگه با یک شرایط دیگه هست دا. چون با اون تصویر قبلی هم همین شرایط رو روش اعمال کرده بودم کاملا متفاوته. حالا دیسپلی بعدی هم میام چیکار میکنم، یه تصویر دیگر رو حالا یه باند 193. خب من زد پروفایل اینم زدم، زد پروفایل این یکی هم زدم، حالا میام جا به جا میکنم. اینجا که جابجا کردم باید چیکار کنم؟ داینامیک اوورلایرش رو غیر فعال کنم، یعنی لینک دیسپلی رو بزنم داینامیک رو غیر فعال بکنم، بیام چیکار بکنم؟ پلات کیش رو بزنم، بعد استک پلاتش رو بزنم و کلکت اسپکترالش رو بزنم. همینا رو روی طیف تو اسپکترال که اومده تو اونم اجرا میکنم. حالا باید ببینیم مثلا اینجاست که کلکت اسپکترال که بزنم، ماوس رو که تکون بدم چه اتفاقی براش میفته؟ تیف روی تصویر میمونه. پیکسل لوکیتور رو فعال میکنم، بعد حالا سامپل و لاین مختلفی رو بهش میدم، مثلا سامپل 590 لاین 570، حالا اپلای میکنم. ببین کالکتیف سیکرار رو که زدیم تیف موند، این تیف رو نگه میدم. همینجور سامپل های مختلفی رو روش اعمال میکنم تا ببینم چه اتفاقی میفته و تیف روش بمونه. 435 سامپلش، لاینش هم میذارم 555. حالا اپلای میکنم، میام چیکار میکنم؟ از منوی اسپکترال گزینه داره که به نام ادیشنال اسپکترال هستش رو میذارم. خیلی خوب میاد چیکار میکنه؟ ادیشنال اسپکترال که زدم، ببین اون یکی تصویر دیگه هم رو بهش میدم، باید یه تصویر دیگه بدی، میاد اسپکترال بر اساس اون یکی هم ترسیم میکنه روی نمودار. یعنی شما لازم نیست دوتا تصویر رو بیاریم با هم لینک بکنیم. اگر از منوی زد پروفایل از تولز بریم پروفایل و این گزینه رو بزنین، شما بدونین که تصویر داشته باشین میتونین عدد بدین، اینجا طیف اسپکترالیش رو بهتون نشون میده. یعنی
اینجا یک تصویر دیگر بدون باز کردن میتونید شما اون رو داشته باشید و چیکار بکنیم؟ تیف رو که اینجا میبینید رو اون تصویر دیگه هم ببینیم، بدون اینکه بیاین اون تصویر رو روی یک دونه دیسپلی جدید لودش بکنیم. حالا میام سراغ مرحله بعد، دوباره یه تصویر دیگر رو بازش میکنم. حالا یک RGB رو لود میکنم. ببین تو DIMS اونجا قسمتش پسمندش و بیل و دادار رو اینتیجر در نظر گرفته و سایزش میگه 400 ضرب در 350 است. حالا میام چیکار میکنم؟ باند 183 رو تو R میدم، 193 رو توی G میدم و 207 رو توی B میدم. حالا یه ترکیب باندی رو میام اینجا مشاهده میکنم که ببینم چطوریه. میام از منوی تولز، میام منوی پروفایل، زد پروفایل، میام اسپکتر پروفایلش میدم که پلاتش فعال میکنم. بعد اسپکتر انجل مپر از گزینه اسپکترال میام تصویر رو انتخاب میکنم. کتابخونه تیفی رو میگه اینجا بهش برم. میام کتابخونه تیفی رو انتخاب میکنم که USGS هستش. کتابخونه تیفی میدم. ببین اسپکتر انجل مپر میاد چیکار میکنه؟ تیفی که از رو تصویر به دست آوردین رو با کتابخونه تیفیتون چیکار میکنه؟ تطبیق میده. حالا باید چیکار کنی؟ وزن اینا رو شما اگه تو اسپکتر انجل مپر و اسپکتر فیچر فیتی و باینری کدینگ استفاده میکنین، تو روش اسپکترال، تو این روش های اسپکترالی باید وزن اینا رو 33 صدم بدین. حالا اینجا دارم به وزن هر کدوم رو 33 صدم میدم، صرف ممیز 33. وقتی که اینجا وزن رو دادیم تو قسمت اسپکترال آنالیزیس، میان چیکار میکنیم؟ اپلای میکنیم. اپلای که کردین، خب تیف رو داره بهتون نشون میده. چرا تیف رو نشون میده؟ بساس کتابخونه تیف. حالا از قسمت آپشن شما میدونیم باید چیکار بکنیم. بیاین تو قسمت آپشن و مقایسه تیفی رو انجام بدیم. حالا اینجا هنوز هیچ کاری نکرد، یعنی اومده تیف رو انداخته، بعد از اینکه تیف رو انداخته رو تصویر داره مقایسه میکنه تیف تصویر رو با تیفی که اینجا هستش. البته یه نکته هست که اینجا باید خدمتتون بگم. ببین تیف ها به صورت کانتینیوم ریمووال ها، کانتینیوم ریمووال، چون تیف ها کانتینیوم ریمووال، یعنی سطح منحنی تیف ها رو به یک میبره، بعد میزان جذب و انعکاس رو میاد نسبت به یک در نظر میگه. الان توی قسمت پلات پارامتریم تا اون قسمت رنجش رو کم بکنیم و بازش رو کم بکنیم، رنجش رو مثلا بین 0.7 تا 1 در نظر گرفتیم، یعنی به صورت ولیو ها بین 0.7 و تا 1. حالا اگه ما بیایم با کلیک وسط موس یک کادر بکشیم داخل اسپکترالمون، چه اتفاقی میفته؟ اون بازه کادر رو میده، یعنی هم میتونین از پلات پارامتر بگیرین، هم میتونین با کلیک وسط موس نگردن یک کادر بکشه. اگه کلیک وسط موس چند بارم فشار بدی، کادر به حالت عادی خودش برمیگرده. حالا اینجا یکی یکی تصاویر رو جابجا میکنم که ببینید چطوریه، تیفا چطوری هستش و چه اتفاقی اینجا براش میفته. بازم پیکسل لوکیتور رو باز کردیم، یک سامپل لاین دیگه میدیم تا ببینیم وضعیت چطوریه. اپلای. ببین از منوی آپشن شما وقتی میایید زد پروفایل رو بهش میدین، چه اتفاقی میفته؟ تیف رو مقایسه میکنه. الان این تیفی که ما برای کتابخونه تیفی بهش دادیم، گفتم کانتینیوم ریمووال ها، کانتینیوم ریمووال که تیفی که به صورت کتابخونه تیفی بهش دادیم، میاد اینا رو در نظر میگیره. مثلا میگه این تیف که شما دارین تو این سامپل لاین در نظر میگیرین، بیشتر شبیه تیف مثلا چی آلونیت هستش. خب چیزی که برای ما مهمه اسکورشه. اسکورش با هر چی به یک نزدیکتر باشه بهتره. خب الان مثلا اینجا اسکورهای مختلف رو دارین در نظر میگیرین دیگه. ببین کانی که بالا میاد اسکورش بالاتر. مثلا الان اینجا اسکور آلونیت 0.7. خب آلونیت 3 منظورمه. مثلا آلونیت 4 0.69. حالا یه سامپل لاین دیگه بهش میدم.
اپلای میکنم تب. مثلا الان اینجا چیکار کرده؟ اسکورش میگه کالینه که این کالین 17 همه. حالا اینجا میاد چیکار میکنه؟ پیروفیلیکو انتخاب میکنه. خب رنجش هم اینطور که داریم بتونیم پلات پارامتر واسه که از رنج داریم میده. گفتم که با کلیک وسط موس هم بکشی میتونی این رنج رو داشته باشیم. پلات کش هم فعال کرده، استک پلاتش هم فعال کرده. میزان جذب و انعکاسش رو ما میتونیم اینجا مقایسه کنیم، واقعا ببینیم تو کانتینیوری میواد جذب و انعکاسش چطوری هستش. الان اینجا طیفی که مشخص کرده طیف کاولینیت بوده که اسکورش بالاتر بوده. حالا لایبرری اسپکترال رو میاریم، کتابخونه طیفیمون رو جدا میاریم. من کتابخونه طیفی اینجا جدا دارم، ولی شما باید تو قسمت اوپن که میزنید لایبرری اسپکترالتون ببینید. ببین تمام این طیف ها بر اساس رادیانس گرفته شده. خب اینم بر اساس فلت فیلد، ببین بر اساس روش رادیانس فلت فیلد تاثیر اتمسفریک آی آر آر امپیریکال لاین اومده، بر اساس ایفورت کارکشن و اون آخری هم که کانتینیوم ریمووال اومده، اسپکترال ها اومده کتابخونه طیفی رو چیده. همین چود داره یک طیف رو برای آلونیت مشخص میکنه، یکیش به روش فلت فیلد اومده، یه روش آی آر آر، یه روشش هم امپیریکال لاین اومده طیف ها رو مشخص کنه. ببین هر کدوم رفتار طیفی اینا بعد از هر تصحیح اتمسفری دامنه ولیو هاش متفاوته. مثلا تصحیح امپیریکال میاد کمتر از 500، تصحیح فلت فیلد کمتر از 800 میاره، تصحیح چی آی آر آر بالاتر از 1000 میاره طیف رو تو محدوده 12 هم، طیف رو تو محدوده 12 هم. ولی چیزی که حائز اهمیت اینه که شکل طیف اینجاها تغییری نمیکنه.